جوبه این خیلی دست شما در نکنه. نگاه کن چه خشبی مامانه. بچه انقدیه که نمیشه گفت شبی کیه. چرا دیگه، نگاه کن الان قوس دماغشو، نگاه کن لب دهنشو، نگاه کن عین مامانه. چرا میخندی؟ نگاه کن کمومی اوت خوشگل من. مهدی جان بچه ماه به ماه تو این سن قیافش عوض میشه. حالا بعدن عوض بشه اشکال نداره، ولی الان نگاه چه قشنگ مامانه. اوس خوشگل باباسی. منو میبری پیش مامانه تینا؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اگه من اومدم اینجا اصلا قصدم این نبود که مامانتو ناراحت کنم. منم اصلا همش فکر نکردم. میخوام تو بارو ببرم ماما اینو ببیننش. میدونم تا من نبرم اونا نمیان اینجا. ببین پرستون، نیومدن مامان اینجا دلیل خودشو داره، اصلا ربطی به دعوای با تو نداره. میدونم، به خاطر همین میخوام برم اونجا. نمیخوام این قهر ما با هم دیگه طولانی بشه. نمیخوام اون اتفاقی که تو خونه ما افتاد بر منم تکرار بشه. ما بزرگم و دایی محمدم سالها با هم قهر بودن، ولی هیچکس سعی نکرد اونا رو با هم دیگه آشتی بده. من اون موقع 10-11 سالم بود. ما بزرگم با هم درد و دل میکرد، میگفت دلش چقدر بر دایی محمدم تنگ شده، ولی هیچ کس اونا را آشتی نداد که حتی یه ذره از دلتنگی مامان بزرگم کم بشه. چرا؟ هر کسی فکر زندگی خودش بود. هیچ کس از حال مادر بزرگم خبر نداشت. به مامانتون هم گفتی؟ به مامانم گفتم. گفتش که اونا باید خودشون به این نتیجه برسن که با هم آشتی کنن. اینجوری با کوچکترین مسئله دوباره با هم قهر. عجب. یه روز صبح مامان بزرگم سر نماز سکته کرد. هیچ کس نفهمید. اولین کسی که فهمید من بودم. رفتم صداش کنم برای صبحونه، دیدم سر سجاده دیگه تکون نمیخوره. خونه شما بود. وقتی با دایی محمدم دعوا شد دیگه اومد خونه ما زندگی میکرد. وقتی به دایی محمد خبر دادیم خیلی حالش بد شد. هیچ کس انتظار نداشت که اینقدر به هم بریزه. تا 40 روز هر روز میرفت به سهرها، کار، زندگی، مغازه، همه چیشو ول کرده بود. فقط 40 روز میرفت به سر. کار بیفایده. منم همینو بگم، دیگه بیقراری داریم برای مامان بزرگم هیچ فایده ای نداشت. ولی داییم حالش خیلی بدتر از اینا بود. هرچی مامانم میگفت، زندایی میگفت، هیچ فایده ای نداشت. 3 ماه بعد از فوت مامان بزرگم دایمم تو اتوبوس شرکت وای سکته کرد. فوت شد؟ هیچ کس نفهمید. آخر خط بود، راننده فکر کرده بود خوابه، رفته بود بیدارش کنه، دیده بود کار از کار گذشته. بند خدا، چرا تو این چیزا رو بسم نگفته بودی؟ نمیخواستم این خاطرات رو یادآوری کنم. من هم عاشق مادر بزرگم بودم، هم عاشق دایی. دوتا از بهترین آدم های زندگی ما به خاطر لجبازی، نه اصلا بهتر بگم خودخواهی آدم های اطراف، خیلی زود از دستشون دادم. خاطر همین میگم نمیخوام این قهر طولانی بشه که بعدم دوباره برام پشیمونی به بار بیاره. خب ترسم بریم پیش مامان یه وقت مامان یه حرفی بزنه، یه رفتار بکنه تو ناراحت شی. من ناراحت نمیشم،
اون موقع هم اگه حرف مامانت ناراحت شدم خیلی تحت فشار بودم. خودت وضعیت اون موقع منو میدونستی. اگر نمیذاشتم کار به اینجا بکشه. من میگم اصلا امروز بری؟ اصلا میگم بی خبر بریم. اون توبا رو ببینه با هم آشتی میکنه. باش. هر جور تو دلت میخواد. ایشالله که با مامان بزرگی نام آشتیشون میدیم. آقا اسماعیل نمیشه. هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره. من تمام دارو ندارم ریختم اینجا. شما اینجوری بخوای کار کنی درش بسته میشه. اونجوری هم شما بیکار میشی هم من. من واسه همه میگم الان مشکلاتم زیاده دیگه، میدونم. خب باشه، من حرفی ندارم. شما یه مدت برو، مشکلت حل شد، بیا سر کارت. از خلق این بی‌انصافی نیست؟ کدوم بی‌انصافی مرد حسابی؟ شما کل هفته رو سرجم 10 ساعت تو مغازه نبودی. اگرم بودی داشتی به خانومت صحبت میکردی. پسر خوب، این روش زندگی نیست. زنگ گرفتن جای خودش، کارم جای خودش. میدونم. چی رو میدونی؟ من اینجا کمک دولتی ندارم که بگم جهنم. هرچی باد آباد. درش بسته بشه زن و بچه من گرسنه میمونن. این سه شب به خاطر قولی که به مردم دادم تا صبح وایسادم اینجا کار کردم. فقط به خاطر بی‌موالاتی شما. تو این سه شب من سرجم 4-5 ساعت خوابیدم. بله درست، حق با شماست. من قول میدم دیگه تکرار نشه. شما یه مشکل داری؟ من هزار یه مشکل دارم عنوان کارفرما. دو تا کار. مثل اون کاری که بد دادم عقب بیفته دیگه هیچ کس به من کار نمیده. واسه اینکه مشتری رو از دست ندم مجبور شدم تا صبح وایسم اینجا کار کنم. چی میخوای تکرار نشه؟ آخه راستش این حقوقی هم که شما میدید اصلا آدم رو دلگرم نمی کنه آدم به چسبه به کار. یا علی، اینطوری خوبه. آدم باید حرفشو مرد و مردونه بزنه. من بیشتر از این تو توانم نیست بدم. متوجه شدی؟ بیشتر از این تو توان من نیست بدم. یا بس اصحار با اجازه بفرمایید من تو یه جایی برای خودم میرم اجاره کنم. فعلا به شما بمونم ها؟ راستش اسماعیل آقا، الان با توجه به اینکه این همه مشکلات زیر شهرداری به وجود آورده، دارایی نمیدونم هزار کوفت و زهر مار دیگه، من با چند بود دندون اینجا رو نگه داشتم. شما هیچی خبر نداری. شما به ته برج بیا اینجا حقوقت میگیری میذاری جیبت. نمیدونی مشکلات چیه. اصلا یه جور میگی حقوق؟ کدوم حقوق؟ حقوقی شما داری میدی؟ به خدا اسمش حقوق نیست، اسمش پول تو جیبیه. حرف شما قبول، میدونم اینجا واسه شما سود نداره، ولی این موضوع نباید باعث بشه که ضررشو من بدم. شما میتونی بری جای دیگه سود بیشتری ببری، اونطوری پولت هم حلاله. سر آقا، من نوکر آقاتم، رو سرم آجا داری، ولی این تمه بری دیگه ما رو نصیحت نکن دیگه. یه حقوق مدت ما چی میشه؟ همه رو باید حساب میکنم. تا یه هفته بیا با هم حساب کنیم. بله. سلام خانم، ببخشید مزاحم شدم. فرهمند هستم. چرا آقای فانی تشریف دارن؟ نه خیر، نیستن. عذر میخوام، ایشون کی تشریف میارن؟ اطلاعی ندارم، با موبایلشون تماس بگیرید. تماس گرفتم، موبایلشون خاموشه. لطف کنین وقتی اومدن بهشون بفرمایید پولشون حاضره. هر موقع بگم من میام چکشو تمدید کنم. بله حتما. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
سلام. سلام. چیه تو فکری؟ فانی از صبح موبایلش خاموشه. تلفن خونش هم جواب نمیده. نارا بردی؟ نه بابا. شوهر خواهرم صبح جنجال به پا کرد. یادم رفت غذامو بیارم. خواهرت هم گندشو در آورده دیگه. یا بزنه بیرونش کنه یا از اونجا بره. این چه وضعیه؟ مادر بیچاره چه گناهی کرده؟ آره. ولی خواهرم هم گناه داره. میگه نمیخواد جلوی بچه‌اش باش دعوا بکنه. میگه برای روحیه بچه‌ام خوب نیست. سلام آقای معماری. سلام. خوب هستی؟ سلام. حال شما چطور؟ خوبی؟ مرسی ممنون. آقا این برادر شما برای چی دنبال من میگرده؟ آقا ولش کن، اصلا وضعیت کلا تموم شد. تموم که نشده. امروز دوباره این پسر از بونگا با من تماس گرفت. آخ سعیدو میگه راست میگه، از صبح منم بسته بزنیم بهمون بعد چیزی بدیم. اونو من حلش میکنم آقا معماری. نگران نباش. جناب فرهمند. جانم. سلام. سلام عرض. صبح 1.5 میلیارد به حساب شما واریز شد. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. یه چند لحظه تشریف بیارید. بله بله خواهش میکنم. یه لحظه اجازه دیگه رو برمیگرم. بفرمایید. خب. جناب فرهمند انشاءالله کارتون از کی شروع میشه؟ ما تو اولین فرصت دیگه ما منتظر پول بودیم. راستی یه سوالی ببخشید. باز پرداختش از کی شروع میشه؟ از 6 ماه دیگه. البته سرپرستی بانک هم خیلی رعایت شما رو کردن و چون کارگاهتون بیش از 30 سال قدمت داره براتون قسطی کردن، وگرنه اینجور واما بعد از 6 ماه باید به کلی تسویه شه. دستشون درد نکنه واقعا. دوستان واقعا به ما لطف داشتن، یه دنیا ممنون. خب دفترچه اقساط هم آماده است، فقط لطف کنید اقساط رو هم سر وقت پرداخت کنید که انشالله مشکلی پیش نیاد. بله حتما، شما خیالتون از بابت اقساط راحت بشه. خواهش می‌کنم. آقای فرهمند مبارک. مبارک شماست. واقعا دستتون درد نکنه معماری. خدا رو شکر جریان بی درد سر مسیر خودش رو طی کرد. البته همچین بی درد سرم نبود. اگرم درد سری داشت برای ما داشت که باید رو کپی سند کار میکردیم. آقای معماریان دست گل شما درد نکنه. خواهش میکنم. یه لطفی بکنید چک پورسانتو بنویسید. من باید همین امروز به بچه ها پول بدم. الان؟ بله دیگه. من سری خودم رسوندم اینجا که کار تموم کنیم. شما دیگه با من کاری ندارید. خب مگه ما الان میتونیم از حساب برداشت کنیم؟ چرا نمیتونید؟ آقا پول الان دیگه مال شماست. بهش گفتی مشاور چی گفته؟ خودش بهش میگه. خود کی؟ قرار شد مشاور خودش با اسماعیل صحبت کنه. از من میشنوی به بابات بگو مشاور چی گفته. باشو گوش نکن. از روز اول بهت گفتم این اسماعیل مشکل داره، قبول نکرد. هر چی گفت گوش کرد. الانم گوش نکنی خودتی که پشیمون میشی. مهرش جان ازدواج یعنی همین. نمیشه سر هر چیز کوچیکی زندگی تو خراب کنی. همونجا که من یه سری مشکلات دارم که اسماعیل تحملم میکنه، یه وقتایی هم من باید مشکلات اسماعیل تحمل کنم. خودتو گول نزن، تو هیچ مشکلی نداری. از نظر تو ندارم. چرا؟ مشکلت اینه که دیگه زیادی حرف گوش کنی. نیستم. سلام. به خانم یاسری عزیز، خوبی خانمم؟ خیلی ممنون، شما خوبین؟ ممنون، بد نیستم. عروسی که یه ایشالله؟ هنوز معلوم نیست، وقتشو تعیین نکردی. من فکر کردم به خاطر عروسی کارو ول کردی. نه، برای درسم بودن تونستم بیام. پشیمون نشدی؟ نمیخوای برگردی؟ نه. به هر حال هر وقت خواستی کار کنی برگرد همینجا پیش خودمون. مدیریت از شما خیلی راضی بوده. خیلی ممنون. مراقب خودت باش. چشم.
چرا اینطوری کردی؟ چی کار کردم؟ دعواتون شده؟ نه، ازش خوشم نمیاد. ولی من دوستش دارم، خیلی مهربونه. خیلی. هر وقت خواستی برگرد پیش خودمون. استخدام کردن دسته ای نیست، بی خود وعده میده. نگران نشو، من که نمیخوام برگردم اینجا. خودتو لوس نکن، منظورم این نبود. به قول مامانم خیلی حرف خوبی میزنه که بعضیا پاشونو خیلی بیشتر از گلیمشون دراز میکنه. کار تموم شد؟ آره. مهنوشو ندیدی؟ چرا، دیدم. خانم، ما پامون اندازه گلیممون درازه. هم صدای من اینقدر بلند بود که از اون پایین شنیدین؟ مهنوش با تو نبود. آقا اسماعیل، مثل که شما خیلی فیلمای ترکیه ای نگاه میکنی. مهنوش، خواهش میکنم. باور کن تو اون فیلم ها اینجوریه. همه موبایل همو چک میکنن، لپتاپ همو نگاه میکنن. همشون، پیر، جوون، زن، مرد، هیچ فرقی نداره. همشون این کارو انجام میدن. سمانه، بیا بریم. فقط محسن که خیالتون جمع شه وقتی رفتیم بیرون این بدبخت بی زبونو اذیت نکنید میگم. حرف شما نبود، حرف کس دیگه ای بود. شما معطل چی هستی؟ ها؟ من 100 دفعه بهت گفتم خوشم نمیاد بیام اینجا. بیا بریم دیگه بابا جان. کسی هم براتون کارت دعوت نفرستاده بود به سلامت. هر دو تو لنگه حمید. من مثل اونا؟ تقصیر منه؟ ندیدی با چه لحن بی ادبانه حرف میزد؟ سمانه. خدافظ. سمان جون، به نظرم حتما راجع به اون موضوع با پدرت صحبت کن. آ بجام دیگه. تو عجله داری، برو. پس چی گوش وایساده بودی؟ من گوش وایساده بودم؟ من اگه گوش وایساده بودم که کل جریان دستم اومده بود پشت دست کوبیده بودم تو دهنش بپاچه به دیوار. اتفاقا کاش که وایساده بودی گوش کرده بودی، اون وقت میفهمی که راجع به کس دیگه حرف می‌زنیم، نه جناب علی. تو بهش گفتی من موبایلتو چک میکنم؟ همچین چیزی باعث افتخارم نیست که برم به اینو بگم. بعد چی میگو پرو به بابات بگو؟ هیچی رو باید بری به بابات بگی؟ ولم کن اسپاین، حوصله ندارم. این روزا هرچی به هم میرسی فقط دعوا میکنیم، بسته دیگه. باش صحبت کردی؟ آره. چی گفت؟ گفت نه. بیا، یه مشکل دیگه به مشکلاتمون اضافه شد. حالا پس چیکار کنی؟ چیکار میخوام بکنم؟ من خودم خیلی وقتی پیش میخواستم اونجا بیام بیرون دیگه. جور راحت شده. خب یارو پول نمیده که. من بهت نگفتم میخوام یه جا رو بگیرم برای خودم مستقل اینجور وایسم کار کنم؟ بیرونم نمیکرد که نمیفهمیدم که. اینجور خیالم راحته، تکلیفم معلومه. با کدوم سرمایه؟ سرمایهش جور میشه. با چی میخوام؟ میخوام یه جا رو بگیرم اجاره کنم دیگه. دستگاه تراشکاری مگه به این ارزونی هست که یه جایی رو بگیری؟ این دختره چی رو میگفت رو بابات بگو؟ سمانه با تو هم. امروز رفتم پیش مشاور. که؟ وقت زنگ زدی اونجا بود. خب؟ چرا بهم نگفتی امروز برگشتی اونجا؟ برات یه وقت دیگه از مشاور گرفتم. بازم من دوست ندارم برم پیشش، چجوری باید بگم؟ ببین قرار نبود زیر قولت بزنی ها. سمانه، این دختره چی رو میگفت به بابات بگو؟ سمانه؟ سلام مهندس. سلام عروس. جناب مهندس،
در خدمتم. گرم کنه چقدر قشنگه. از خارج برام آوردم مهندس. یکم به تنت گشاد نیست؟ نه مهندس، مدلش اینجوریه. مبارک. ممنون. شایسته تو معلومه کجایی؟ گوشی تو که خاموش کردی، تلفن خونه رو هم جواب نمیدی. نمیگی آدم نگران میشه؟ خوابم میومد، نمیخواستم کسی بیدارم کنه. خانم جلیلی از صبح تا الان 10 بار زنگ زده، داره دنبالت میگرده، فکر کنم کار واجب داره. او سحمد اومده؟ نه. نگفتم بی خودی داری ما رو آلاخون والاخون میکنی؟ نه بابا، اون بنده خدا بدقول نیست. شاید اومده زنگ زده من خواب بودم متوجه نشدم. آخه دیشب قرص خوردم خوابیدم. چرا؟ سرم یکم درد میکرد. الان خوبی؟ آره. تو چی اومدی خونه؟ خب نگرانت شدم. خیلی خوب. بی بریم من میرسونمت خونه مادرت اینا. صبر کن تا اینجا که اومدم چند دست لباس واسه بچه‌ها بردارم. بجون فقط. منتظرم. باش. من 10 بار به شما نگفتم واسه کارهای شرکت به موبایل خانومم یا تلفن خونه زنگ نزنی. ببخشید آخه آقای فرهمن تماس گرفتن، گفتم پیداتون کنم بهتون بگم پول شما آماده است، هر وقت که شما بگید چکو براتون میارم. بهشون زنگ بزنیم بگیم من تا نیم ساعت دیگه شرکتم، حتما بیان. خداحافظ. خداحافظ. الو شایسته جان، من یه کار ضروری تو شرکت پیش اومده، نمیتونم برسونم. خودت یه آژانس بگی برو. تلفن خونه رو چرا شکستی؟ تو آشپزخونه بودم از دستم افتاد. باشه تو برو، من خودم میرم. خدا. الو. سلام آقای فرهمند، خوبید؟ ببخشید من با آقای فانی تماس گرفتم، الان تو راه دفترم. شما کی میتونید بیاید اینجا؟ این میشه دیگه خدمت بشم. بله ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. من
ولش کن. بذار من خودم میشورم دست. چه فرقی میکنه؟ دارم میشورم میگه سر جو. برو. تو برو به خونش یه زنگ بزن. ابا فکر کنم زن بچه‌شو فرستاده رفتن. کجا فرستادتشون؟ شاید مسافرت. دیشب از لحن حرف زدنش فهمیدم تنها سخونه. خب شاید تا الان برگشته باشن. زنگ زدن که ضرری نداره که. نذار خیالش راحت باشه. برو یه زنگ بزن. بله؟ بفرمایی. زنش برداشت. زنش برداشت؟ زنی که بچه مدرسه ای داره که نمیتونه بره مسافره؟ میتونه؟ ببین شایسته من چیکار کنم؟ بعد جوابشو بده. نه تو حرف زن شایسته من بشناسه. بله؟ سلام، از این شماره با من تماس گرفتم. شرمنده ببخشید، اشتباه گرفتم. خواهش میکنم. خب، اگر فانی سر به دونتمونو پولو نده، برنامه بعدی چیه؟ کیش دیگه میرم در خونهشون این بار همه چیو به زنش میگم. نه دیگه، اینجوری همه چی خراب میشه. اگر آبروی فانی بره، برای چی دیگه باید به تو پول بده؟ یادت باشه، تو فقط باید تهدیدش کنی که میگم میگم، ولی هیچ وقت نگی. چون اگه بگی دیگه دستت خالی میشه. بله؟ سلام خانم زوبی. ممنون. کی؟ جدی؟ زنگ بزنید روجاست منو من خودم میرسونم. خدافظ. چی شده؟ مامانم همسایه‌مون زنگ زد که حالش بده. پس منم باز میام. باشه تا من ماشین از پارکینگ در بیارم تو خودتو برسون سر. باشه. خیلی خوب. سلام. اومدن آقای فرمان؟ هنوز نه. مطمئنی گفتن پول من حاضره؟ بله. یه راهی داره. چی؟ اینکه فرهمند رو گیر بندازی. یه کاری کن پولو بریزه حسابت. که چی بشه؟ ها؟ چه کاری ازش نگیر که مجبور بشی خودت وصول کنی یا بهش رسید بدی. شماره حسابتو بده بریزه به حسابت. سند دستش نده. پولو بریزه به حساب، بانک بهش فیش میده. فیش هم خودش سنده آقای نابغه. آره. ولی اون وقت تو میتونی مدعی بشی بدون اطلاعت پولو ریخته حسابت. میبینی؟ میبینی معظم چقدر خوب کار میکنه؟ این تنها راه گیر انداختن فرهمنده. آقا فرهاد. بله. بفرستیم بیاد تو. بله خانم، من اشتباه کردم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
سلام. خانم محترم، معنی پول مضاربه ای این نیستش که شما هر وقت دلت خواست پولتو پس بگیری. دلیل این همه چونه زدن و عصبانیت شما چیه؟ شما یه دونه چک دستته که به تاریخ امروزه. من فقط ازتون دارم خواهش میکنم به جای امروز فردا برین این چکو پاس کنین. همین. آخه چکو برگشت بزنی که چی بشه؟ عجب غلطی کردم من با شما معامله کردم خانم. من چه غلطی کردم؟ ببخش قومتی. خوبی؟ چی شد آقای فانی؟ اینجوری نبینم اتون. خانم بزرگمهر بود اون روز دیدیش. بله. این خانم یه لنگ پا وایستاد گفتش که یه دونه چک به تاریخ امروز به من بده. گفتم خانم ممکنه چک من تو این تاریخ پول توش نباشه. گفت اشکال نداره، هر وقت به من گفتی من دو سه روز دست نگر میدارم. حالا امروز بهش میگم خانم به جای امروز فردا ببر. میگه الا و بلا معلوم میرم چکتو برگشت میذارم. عجب. البته ایشون اون روزم خیلی عصبانی بود. پول آوردی که ایشالله. بله بله. بفرمایید. این ما بقیه چکای شماست. بله. اینم بله. اون چکتونه که برگشت خورد. اینم چک 200 میلیون طلب شما. این که تاریخش فرداست. من شرمنده‌ام آقای فانی، دست چک خودم تموم شده بود، ناچار شدم از برادرم چک بگیرم. من فردا حساب برادرم پر میکنم که چک شما هم پاس شه. دستم به دامن داغ مهدی. دیدی که این زنک چه علمشنگه‌ای به پا کرد. من تازه داشتم فکر میکردم اگه چک امروزم آوردی ازت خواهش کنم خودت بری نقدش کنی، بریزی به حساب من، که این زنی که بره چکشو نقد کنه دست از سر ما برداره. آقای فانی، من بانکم با بانک شما یکی نیست. میدونم، قربونت برم، برای همین دارم بهت میگم دیگه. قربونت برم، یه زحمتی بکش این 200 میلیون از بانک خودت، یه دونه چک رمزدار بگیر، یه تو کپا بخوام به حساب من. والا این کاری که شما میگین خیلی طول میکشه آقای فان. من امروز کلی کار دارم، گرفتارم، نمیتونم. ببخش. اصلا بانک من نمیخواد بری، حواله کن. الان شماره شبامو بهت میدم، حواله کن به حساب من. بیا قرمت برم بگیر اینو. الان واسه اس ام اس میکنم شماره شبامو. خب آقا مهدی جان، قربونت برم، شما که چک منو برگشت دادی، این خانم هم چک منو برگشت بزنه کلا حساب من خراب میشه، اعتبارم میره زیر سوال. فرستادم. ممنون. ولی ببخشید و جسارت نباشه آقای فانی، اینجوری هیچ مدرکی دست من نیست که بتونه ثابت بکنه من پول شما رو دادم و بدهیتون رو صاف کردم. چرا دیگه آقا مهدی جان، شما وقتی میری بانک پول حواله میکنی به شما یه رسید میده، اون رسید خودش یه مدرکه دیگه. پشت قربونت برم، پشت دیر میشه، دستت در نکنه. ممنونم ازت. آقا مهدی جان، جبران کنم. تو قولنامه چیشون پیداش نکردین؟ نه متاسفانه، همه جارم زیر رو کردم ولی پیداش نکردم. حالا اگه پیداش کنم حتما براتون میفرستم. چرا بفرستم؟ پاره میکنم میریزم دور دیگه. خیالت راحت بشه. از شما درد نکنم با اجازتون. قربونت برم. بفرمایید. دست درد نکنم. شرمنده کردی.